دوستان سلام، با یه ویدیو دیگه در خدمتتون هستم. در این ویدیو پسوند اکادار و آکادار رو بهتون یاد میدم. با مثال پیش میریم. امیدوارم که مورد توجه و استفادهتون قرار بگیره. قلم و کاغذاتون رو حاضر بکنید، یادداشت بکنید تا بتونید از یادداشتتون بارها و بارها استفاده بکنید. خب بریم سراغ درسمون. اکادار و آکادار همون به معنای تا هستش، تای فارسی که ما برای فاصله های زمانی و مکانی به کار میبریم. اگر هجای آخر کلممون که قراره به ا بچسبه یکی از صداهای ای، ا، ای و او باشه، اکادار رو داریم. اگر صداهای کلفت آ، او، او و او باشه، آکادار رو داریم. و اگر کلمه‌ای به این صداها ختم شده باشه، بین این صدا و این صداها یه حرف یه خواهیم داشت. بریم سراغ مثالمون، بهتر متوجه میشید. مایسا کادار یعنی تا ماه می. صباها کادار تا صبح. اکشاما کادار تا شب. اکشام تا نیمه های شب رو میگن اکشام، نیمه های شب رو میگن گجه. میگن گجه یارسو، از اون به بعد مثلا میشه گجه. یعنی از عصر تا نزدیکی های نیمه های شب آکشام به حساب میاد. öğlene kadar. öğlene kadar تا ظهر. çarşambaya kadar. çarşambaya kadar تا چهارشنبه. perşembeye kadar تا پنجشنبه. düne kadar تا دیروز. مثلا میگیم تا دیروز فلان جور بود، بعدا نمیدونم چی شد. خب اینجا میتونید حتی عدد هم بیارید، مثلا تا شماره فلان. فرض کنیم میخوایم بگیم تا شماره 5، میگیم بشه کادر. استانبولا کادر میشه تا استانبول. camiye kadar تا مسجد. okula kadar تا مدرسه. iş yerine kadar تا محل کار. buraya kadar تا اینجا. şurama kadar تا اینجام. مثلا عصبانی میشه، میگه مثلا تا اینجام اومده، مثلا دماغشو نشون میده، میگه تا اینجام اومده. یا مثلا یه دامنی میخواد اندازه بکنید، میگید مثلا تا اینجام باشه. köşeye kadar تا گوشه، مثلا گوشه یه مکانی. حالا یه مدلی هم داریم تا زمانی که یک فعلی بخواد انجام بشه. اونجا هم فعل رو داریم به اضافه پسوند ان و آن که ربطی به ان و آن قبلی نداره. بعد اکادار و آکادار رو داریم. اگه صدای نازک رو داشته باشیم ان، اگه صدای کلوف رو داشته باشیم آن. مثال میزنم. اگه تا اینجای ویدیو خوشتون اومد لایک یادتون نره. لازم دارم من اون لایکو. یه کامنتی هم بذارید ممنون میشم. یه نقطه هم بنویسید به عنوان کامنت، به من خیلی کمک میکنه. ممنون. خب سن گلنه کادار یعنی تا وقتی تو بیای. سن گلنه کادار. او گیدنه کادار. او گیدنه کادار تا وقتی او برود. اونلار düzelene کادار تا وقتی آنها درست شوند. خب همونطور که میبینیم فرقی نمیکنه فاعلمون چه کسی باشه، پسوند ان و یا آن رو میگیره. Biz duyana kadar. تا وقتی ما بشنویم. Sen bitirene kadar. تا وقتی تو کارت رو تمام کنی. Ben öğrenene kadar. تا وقتی من یاد بگیرم. O uyanana kadar. تا وقتی او بیدار شود. خب همونطور که میبینید بله از هر دو موردم مثال زده بودم. اوکی. اینا رو یادداشت بکنید. حالا اگر کلممون به حرف پ ختم بشه پس وند که بهش اضافه میشه تبدیل به ب میشه. مثلا کاساب یعنی قصابی میگیم کاسابا کادار یعنی تا قصابی. حالا اگه کلممون به چه ختم بشه تبدیل به ج میشه. صدای ج داره این حرف. مثلا میگیم آغاچ یعنی درخت. آغاچا کادار تا درخت. اگر حرف ک رو داشته باشیم تبدیل به یوموشاکه میشه. مثلا میگیم دوراک یعنی ایستگاه میشه دوراقا کادار. یه بار دیگه میخونم دوراقا کادار یعنی تا ایستگاه. خب اینجا که اینجا یوموشاکه و اینجا که هستن دوتاشون هم میتونید غیر فارسی تلفظ بکنید. یه خورده نرم تر تلفظ بکنید درست میشه. آغاچ اونم دوراقا کادار. اوکی. خب همینقدر بود درس امروزمون. این ویدیو رو خواستم کوتاه بکنم. امیدوارم که به دردتون بخوره. ویدیوهای بعدی ما رو هم دنبال بکنید. سابسکرایب بکنید. زنگوله رو هم بزنید چون معلوم نیست من کی ویدیو درست کنم براتون. بهتره که خبردار بشید و از ویدیوهای جدید من استفاده کنید. موفق باشید.